دفتر حقوقی ایرج ناصریان. با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی، در نهایت صداقت و درایت، متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی میباشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه گذاری EB-5، سرمایه گذاری EB-2، حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیر قانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900 877-331-4413. دفتر حقوقی ایرج ناصریان. قربون شما خانم. عاقبتتون بخیر. قربان شما. روز شما بخیر. مرسی مرسی مرسی. بینندگان عزیز، امیدوارم که روز و روزگار به خوشی بگذرونین. پیش از اینکه برنامه شروع شد یه خانمی لطف کردن تلفن کردن که من مجبور بودم تلفنشون رو جواب بدم و مسئله این بودش که این خانم سال 2012 گرین کارت گرفته بوده، برای پسرش که مجرد بوده تقاضا کرده و پسرشون هم در آمریکا هستش با هیومانیتریان پارول، یعنی بهش ویزا دادن که اینجا بمونه، هر دو سال یه مرتبه میتونه تکرار بکنه تا موقعی که گرین کاردشون نوبتشون بشه. البته این خانم به من گفتن که تقاضای سیتیزنشیپ کردن، اگر تقاضای سیتیزن هنوز که تقاضا کردن سیتیزن نشدن، اگر سیتیزن بشن باید به حساب اینو خبر بدن به اداره به نشنال ویزا سنتر، بعدن یه سال کارشون عقب میفته. برای اینکه الان کار بچهای مجردی که پدر مادر گرین کارت براشون تقاضا کرده در حدود 9 تا 12 ماه زودتر از این که اگر پدر مادر سیتیزن بشن. اینو من خواستم توضیح بدم که اول برنامه بگم که چطور من برنامه رو مثل معمول شروع نکردم. حالا برنامه ما طبق معمول ساعت 11 تا 12 هستش، روزهای شنبه است، برنامه بازپخش داره و در ضمن روی یوتیوب نگه داشته میشه. تو این برنامه من سالهای سال سعی کردم که اطلاع عمومی به مردم بدم. درسته که از قبلش بزنسم برای من میاد، ولی هدف اولیه ما برای این بوده که اطلاع رسانی به مردم بکنیم. و بعد از این سالها میبینم که مردم خیلی وارد شدن، خیلی آشنا شدن، دیگه هر قول و قرار بی خودی رو قبول نمی کنن که بارها الان قول و قرار بی خود زیاد داده میشه. این خودش یه چراغیه که خواستیم روشن بشه برای مردم که بتونن یه راهنمایی داشته باشن اگر سوالاتی دارن در سطح کلی من بهشون جواب بدم. و تا الان فکر کنم که بد نبوده. کسانی که میبینم خودم موقعی تلفن میکنن سوال جواب میکنن یا در مورد یه مسئله از خود من کندو کاش میکنن، خوشحال میشم برای که میگم که میخوان واقعا یه چیزی رو بفهمن پیش از اینکه شروع دست به کاری بزنن یا امضا روی قراردادی بزنن. اولین کاری که ما همیشه میکردیم این بود که قوانین ما همیشه اول برنامه من صحبت اگر قانون جدیدی در مهاجرت بود یا حتی اگر یک جاجی در یک دادگاهی از این 11 تا سرکت فدرال سرکت در آمریکا بودش که مربوط به ایمیگریشن میشد من صحبت میکردم. بعدش یه مقدار صحبتهایی که در مورد ایمیگریشن بود صحبت میکردم، شایعاتی که تقریبا آدم از این ور اون ور بو میبرد که تو کنگره دارن چی کار میکنن برای کارهای ایمیگریشن. بعدم به طور کلی صحبت های میکردم مربوط به تلفن ها و تلفن هایی که شده بود در مورد ایمیگریشن با آفیس و در کارهایی که ما کرده بودیم در دادگاه گذشته یا هفته گذشته که اطلاع رسانیش به مردم باعث استفاده مردم میشه. در حال حاضر قانون مهاجرتی وجود نداره، یعنی حکومت در یه حالت ترانزیشنه، از یک حکومت به یه حکومت دیگه کاملا داره صلح‌آمیز پیش میره، کاملا همکاری رئیس جمهور قبل با رئیس گروه کسانی که با رئیس جمهور قبل کار میکردن
قبل نمیگم، یعنی همین الان اوباما گروهی که توی وایت هاوس، توی ادمنستریشن، توی ادارات دولتی دارن کار میکردن، اینا جایگزین میشن با کسانی که آقای ترامپ میاره روز 20 ژانویه. البته من به شما قول میدم تا 20 ژانویه تمام این فعل و انفعالات و این جابجایی اون در حدود 3-4 هزار نفر انجام میشه و در حال حاضر در حال انجام هست. قانون مهاجرتی وجود نداره. صحبتهایی بوده که آقای ترامپ در موقعی که برای رئیس جمهوری فعالیت میکرد صحبت کرده بود، بعضی از اینها الان یک کمی به اون حدت و شدت نیست. خیلی ها تلفن میکنن ناراحتن که اگر آقای ترامپ بیاد چی میشه، آیا این کارو میکنه، آیا اون کارو میکنه، نمیدونیم هنوز. تقریبا هم کارتشو به خودش نشون نمیده. شاید هم این پالیسی درستی باشه که برای شایعات بی خود دست مردم نره. اون چی که مسلمه، آقای ترامپ یا آقای اوباما یا هر رئیس جمهوری دیگه قانونگذار نیستش. قانونگذار مجلس، دوتا مجلسه، سنا و مجلس نمایندگان. اونا قانونو میذارن، پس میکنن. اگر هر دوتا کنگره، هر دوتا هاوس کنگره اینا رو، هر دوتا مجلس اینا رو تصویب کردن، میبرن برای رئیس جمهور. رئیس جمهور میتونه امضا بکنه، میتونه امضا نکنه، میتونه وتو بکنه. اگر وتو نکنه یعنی این قانونی که شما گذاشتین من اجراش میکنم، من و وزارتخونه هایی که زیر نظر من هست ما همه این رو اجراش میکنیم. البته بعضی موقع هستش که رئیس جمهور ممکنه امضا نکنه، وتو نکنه. اگر کنگره دو مرتبه بخواد که این حتما این قانون اجرا بشه، اون وقت سوپر مجوریتی باید رأی بده، بالای 67% رأی بدن و مجبوره که رئیس جمهور رو اطاعت بکنه. در حال حاضر در مورد ایمیگریشن هیچ قانونی نداریم، صحبتی نشده. فقط الان صحبتی که دارن میکنن اینه که تعداد کسانی که الان برای اسایلم، برای پناهندگی یا برای رفیوجی دارن مراجعه میکنن، چه به کشورهای اروپایی چه به آمریکا، تعداد خیلی زیاد شده. صحبتی که الان هست بیان یک منطقه آزادی در اون مناطقی که الان شلوغ هست و مردمش به حساب آواره بیابونا شدن، اینا رو یه منطقه براشون درست بکنن، بهش بگن فری زون، منطقه آزاد، که به اون منطقه کسی کار نشه، برن جنگاشون طرف خیابون بکنن. این ممکنه که زود اجرا بشه و جلوی این پناهندگان که سراسر دنیا یا در اروپا و بین خاورمیانه و اروپا تو بیان بنا ولستن، جلوی اینا رو بگیرن و حداقل یک پناهگاهی بهشون بدن. این الان شایعه هست که احتمال زیاد داره که به اجرا برسه. مسئله دیگه صحبت نیست، فقط اینه که اون کامپریهنسیو ایمیگریشن ریفورم اکت فکر میکنم که در ظرف 3 ماه اول رئیس جمهوری آقای ترامپ خیلی اکتیولی توی دوتا مجلس جلو بره و شاید تصویب بشه. البته این چیزی نیستش که ایشون نوشتن یا به حساب کسانی که جزو تیم آقای ترامپ باشن نیستن، 4-5 سال پیش نوشته شده بوده. شکی نداره یک مودفیکیشن هایی میکنن، یه تغییراتی ممکنه درش بهش بدن، در مورد تعداد ویزاها، در مورد تعداد پناهنده هایی که میخوان بگیرن. به کسانی که قانونی میخوان وارد این مملکت بشن هیچ اثری نمیذاره، حتی شاید صفها کوتاه‌تر هم بشه. از یه طرف هم ما دیدیم که هفته پیش آقای ترامپ با رؤسای صنایع الکترونیکی آمریکا ملاقات داشتن و جمله آخری که به این به حساب رؤسای این شرکت‌های بزرگ الکترونیکی در آمریکا گفتن،
گفتن تلفن من برای شما بازه، یعنی بوراکراسی نباید برین که بخوان از 8 تا پله بریم بیرون تا به من زنگ بزنید، تلفنتون رو بردارین با من صحبت کنه. و این آدمی هستش که این کارو میکنه، همینجور که در مورد اون کارخونه کریر کرده شد، تلفن رو برداشت و رئیس اون شرکت صحبت هایی کردن که یه مقدار کار از آمریکا به مکزیک رو از رفتن یه سری کارخونه جاد از آمریکا به مکزیک جلوگیری بکنه. این تا الان چیزی که ما میدونیم و 100% هم نیستش، شایعات است که احتمال پیاده شدنش خیلی قوی است. حالا باید گریم به اونایی که واقعا میدونیم چیه. چند نفر نوشتن واسه من که ما گرین کارت داریم، مدت زیادی خارج از مملکت بودیم. به طور کلی کسی که گرین کارت داره بیش از یک سال خارج از مملکت هستش، این آدم چیه؟ گرین کارت دیگه نداره. گرین کارت موقعی که شما مقیم دائم آمریکا هستین. اگر به دلیلی شما مقیم دائم آمریکا نیستین، گرین کارتتون رو میگیرن. حالا چه جوری هستش؟ مأمور کسی که این رو میاد اول ریپورت میکنه بوردر کنترله، اداره ایمیگریشن نیست، یه دونه اداره دیگه است برام بوردر، مرزبانی به حساب بگیم. مرزبانی یه نفر وارد میشه اونجا نگاه میکنه، میبینه که این تاریخ خروجش خیلی بیشتر از یه سال بوده. البته الان مرزبانی فقط سر مرزهای آمریکا نیستش، الان در بعضی از کشورها اونجایی که شما سوار هواپیما به مقصد آمریکا میخواییم بشین، همونجا پاسپورتتون رو نگاه میکنن و چک میکنن ببینن که وضعیت بیرون بودن از آمریکاتون چقدر بوده، آیا هنوز گرین کارتتون ارزش داره یا نداره. البته ممکنه یه نفری باشه که بیش از یک سال خارج از مملکت باشه ولی جاستیفیکیشن داشته باشه. جاستیفیکیشن این هستش که من میخواستم برگردم، پاسپورت نداشتم، پاسپورت رو من ندادن، یا به طور کلی مثلا به هر دلیلی که غیر از کارهای جنایی باشه من ممنوع الخروج بودم. خب در اون مورد یه شخص میتونه بره کنسولگری، یه فرمی رو اونجا پر میکنه به عنوان فایل میکنه برای ریترنینگ رزیدنت، کنسولگری بهشون ویزا میده که برگردن اینجا دنبال کارشون برن. حالا اگر احیانا یه نفری اتفاقا سر از اون مملکتی که سوار هواپیما شدش اونجا بوردر کنترل نبود بیاد اینجا، یک احتمال داره که این رو برش گردونن، البته بستگی به سلامتی اون طرف داره، سن اون طرف داره، حتی مأمور اون طرف که دلش بخواد این کار بکنه یا نکنه، میتونه یه نفر رو برگردونه. میتونه چیکار بکنه؟ میتونه بگه خیلی خوب من تو رو معلق نگم دارم. یعنی چی معلق نگم دارم؟ هر موقعی که یه نفر گرین کارت داره از مملکت خارج میشه، موقعی که برمیگرده باید ری ادمیت بشه، اینسپکتش بکنن ببینن که آیا این میتونه وارد مملکت بشه، پروندهش تمیز هست. نه فقط از نظر ایمیگریشن، ممکنه یه نفر باشه چالد ساپورتش نده، ممکنه یه نفر باشه که اینجا دادگاه خاصتش و جلسه دادگاه نرفته باشه، دلایل مختلف. میاد چیکار میکنه؟ اگر که ادمیسبل باشه ادمیتش میکنه دو مرتبه، اگر ادمیسبل نباشه ممکنه که برش گردونه، ممکنه بهش بگه که خیلی خوب من تو رو میفرستم به دیفرد اینسپکشن. یه اداره هست در USCIS که رسیدگی میکنه به افرادی که توی اون مرحله هستن. اون شخص باید بره اون اداره بگه چرا بیش از یک سال خارج موندم. البته در اونجا ایشون حق داشتن وکیل نداره، برای اینکه موقعی که اجازه بهش دادن ادمیتش نکردن، پرولش کردن، یعنی هنوز با وصف این که فیزیکلی در خاک آمریکاست ولی لیگالی وارد آمریکا نشده، لیگالی مثل اون اینترنشنال زون وایسته. در اینترنشنال زون هم هنوز حق وکیل به کسی اتچ نشده، حق داشتن وکیل نداره. میره اونجا توضیح میده که چرا من یک سال بیرون بودم، اونجا یا قبول میکنن
یا میگن نه تو اخراجی هستی و میفرستن به دادگاه. این جواب این شخصی که دو سه نفری که تلفن کرده بودم. مسئله دیگه صحبت سابستیتیوشن بود. سابستیتیوشن یعنی چی؟ یعنی یک نفر جای یک نفر رو سابستیتیوت میگیره، جاشو میگیره. کی حالا؟ یک موقع یه نفر هستش که تقاضا میکنه برای یکی از اقوامش، برای فرزندش، برای نمیدونم برادرش، برای خواهرش، و این شخص سنشون بالاست یا سنش هم بالا نباشه، اتفاقی برش میفته، تقاضا میکنه، اپرووال میاد. موقعی که اپرووال اومد، بعد از اپرووال اون شخصی که تقاضا کرده ممکنه سن خیلی بالا داشته باشه به علت کبر سن، یا ممکنه تصادف ماشین کرده باشه سن خیلی پایین، ولی اون چی که مسلمه ایشون از بین، اون تقاضا متقاضی پتیشنر، اون از بین میره. خب پرونده وضعش چی میشه اینجا؟ در قدیم در حدود سال 2002 و 2003 بود، اگر نظرم پیشتر از اون بود، اومدن گفتن که کسی که فوت میشه پروندهش هم باش فوت میشه. بعدا دیدم نه، این یک کمی قانون خیلی خشنیه. گفتن خیلی خوب، اون کسانی که پتیشنر فوت میشه، اپرووال بعدش میاد، اگر بنفیشری در داخل آمریکا باشه همینجا ادجاستمنت استاتس میکنیم، اگر که احیانا خارج از آمریکا باشه ما تقاضا سابستیتیوشن میشه، یه نفر دیگه که از کوالیفاین ریلیتیف هست، میتونه برادر باشه، خواهر باشه، مادر باشه، یکی از اقوام اینا که گرین کارت داره یا سیتیزن هست، تقاضا بکنه بگه از نظر هیومانیتریان اجازه بدین که من بیام به جای اون پتیشنری که فوت شده اون پوزیشن رو داشته باشم و من پتیشن رو زندش بکنم به اسم من. حالا زمانش که زمانش هست، اول که شروع میشه از همون موقعی که اون پتیشن اولیه تقاضا کرده بوده، پس منم این چیزی از دست میدیم. تعداد زیادی من سابستیتیوشن دارم، بعضی هاشون مدتشون طول کشیده و یک کمی کانسرن هستن که چرا طول کشیده. ببینید این یک حالت هیومانیتریان هست. تعداد افرادی که روی این کار گذاشتن فکر نمی کنم زیاد باشه. روی این حساب اکثرا من جوابی که می گیرم موقعی که این پتیشن رو من به حساب این سابستیتیوشن رو تقاضا می کنم، می نویسم پرونده شما رسیده، در حال بررسی هستیم، چون نوبت موقع نوبت شما می رسه براتون اقدام می کنیم. البته بستگی داره به پریوریتی تایم، یعنی اون پتیشنره اگر که مثلا در 13 سال پیش برای برادرش تقاضا کرده، خب نوبت برادره الان میشه، اون رو کمی جلوش میزن. در غیر این صورت باید سب کنیم ببینیم که اون ویزا کی اویلیبل میشه که برای اون تقاضا بکنم. خیلی خوب، این هم که گفتم اصلا نمیزم درباره E2 تعداد زیادی، همین حتی دیروز من تو آفیسم نفری داشتم که اومده بود، البته با ویزای ویزیتور اومده اینجا، میخواد ویزای E2 بگیره و من تقریبا میخواستم منصرفش کنم از این کار. چرا؟ ببینین ویزای E2 ویزای خیلی خوبیه در بعضی موارد. ویزای E2 این هستش که یه نفر اینجا سرمایه گذاری میکنه، سرمایه گذاری میکنه، یه بزنس پلنی میزنه. مثل برگرم یه دیگه بگم، ویزای E2 مثل تقریبا استخدامه. استخدام با کی؟ به وسیله خود آدم. چجوریه؟ من یه نفر اونور دنیا نشستم، تلفن میکنم به یکی از فامیلام یا به وکیلم، میگم آقا یه شرکت به نام من ثبت کن. این شرکت رو ثبت میکنه، شرکت شروع به کار میکنه، شروع به فعالیت میکنه، آفیسش رو میگیره، تلفنش رو میگیره، شروع میکنه میز و صندلی و اون کاری که میخواد انجام بده شروع میکنه انجام داره. مثلا من دو سال پیش برای نفر گرفتم که میخواست ماشین به یک کشور دیگه
ماشین مستعمل رو به کشور دیگه بفرسته. خیلی خوب، ما شروع کردیم، آفیسش داشت، تلفنش داشت، سکرتریش داشت، همه چیزش داشت و شروع کرد چند تا ماشین فرستادن. پول منتقل کرد به اینجا، ماشین خریده شد، ماشینا صادر شد. این شرکت که یک به حساب لیگال انتیتی هستش، یه شخصیت حقوقی هستش، الان داره کار میکنه، فعالیت میکنه، بزنس هم داره ترید میکنه، میره به دولت میگه آقای دولت من یه نفر الان دارم کار میکنم، فعالیتم هم اینه، اینم شواهد فعالیتمه، شما میخوام یه نفر بیارم اینجا که منو منیج و دایرکت بکنه. خیلی خوب، کیه؟ این آقایی که شرکت به اسمش ثبت شده. خب ویزای ایتو میگیریم، چه بدی داره؟ ویزای ایتو برای کسانی که اولا، یک، به این کسی که دیروز ولی آفیس من بود گفتم که تو چقدر قوانین آمریکا رو میدونی؟ قوانین نه حقوقیشو، قوانین کاریشو، چقدر کار بلدی بکنی، چه کار میتونی بکنی، زبانت چجوریه، آیا تو پولو داری میندازی دور فقط برای خاطر یک ویزا؟ کار درستی نیستش، کمی قشنگ فکر بکن. دوم، ویزای ایتو اگر شما وارد نیستین، اگر زبان نمیدونین، اگر که ممکنه بهترین بزنسمن هم در یک مملکت دیگه باشین، ولی آمریکا یه حیوان دیگه است. آمریکا قوانین کاریش فرق میکنه، قوانین ایکوال رایت و تمام چیزهایی که باید تو اون چارچوب یه نفر کار بکنه فرق میکنه. تا بیاد یه نفر وارد بشه یه مدت طول میکشه. در ضمن کسی که ایتو میگیره اگر فرزندایی داشته باشه که اینا بالای 19 سال، بالای 21 سال بشن، اینا از اون پرونده خارج میشن، باید که چیه؟ یک راه ویزای دیگه براشون پیدا بکنیم. در ضمن برای کسانی که پاسپورت ایرانی دارن، هر موقعی از مملکت خارج میشن، موقعی که برمیگردن باید اون ویزا ریوالیدیت بشه. این شخصی که پلو من بود، من تقریبا باهاش پیشنهاد کردم که اگر سرمایه‌ای داره، بهترین کار اینه که بیاد ویزای EB-5 رو بگیره، 500,000 دلاری رو بگیره، یه سال نیم طول میکشه تا بیاد گرین کاردش بگیره، خودش و خانوادش پولش رو پس میگیره، به شرطی که به یه شرکت درست حسابی گذاشته باشه و گرین کارد که میگیره کاندیشنال خواهد بود، مسائل رفت و برگشتم نخواهد داشت. یک، اونایی که درباره ایتو چیز کردن، اگر بخوان که بیشتر در این مورد سوال بکنن، من حاضرم بهشون جواب بدم و بگم اگر استطاعت مالی دارین با ایتو این کار را نکنین. البته در بعضی موارد ایتو خوبه که این نفر میاد ایتو رو انجام میگیره به شرطی که بزنس وارد هم بعد اینو تبدیل به EB-5ش میکنه، سرمایه رو زیادتر میکنه و تبدیل به گرین کاردش میگیره. یعنی که ایتو هیچ موقع گرین کارد بهت نمیده، فقط ویزا میده برای چند سال، برای سالهای دید. یه نفر از کانادا به من زنگ زد، ایشون دکترا دارن و میخوان که اینجا بیان. پیشنهاد من بهشون بود که الان اگه گوش میکنن ویزای TN بگیرن. ویزای TN مال کسانی هستش که در موقع نفتا شد، حالا ما نمیدونیم نفتا با اومدن آقای اوباما، با اومدن آقای ترامپ، آیا نفتا رو میخواد ادامه بده یا نده. برای اینکه صحبت های انتخاباتیش این بود که نفتا رو نمیخواد ادامه بده. اون نفتا یعنی North American Free Trade فری ترید بودش، نفتا که ترید بین کانادا، آمریکا و مکزیک تقریبا آزادانه انجام بشه. نمیدونیم به کجا میرسه، ولی در حال حاضر هنوز هست. یه نفر میتونه بیاد اینجا، یا یه کانادایی بیاد اینجا یه شرکتی بزنه، قراردادی بگیره با یه کمپانی در آمریکا، یا یه نفر بخواد استخدامش کنه، ویزاش زیر یک روز درست میشه، بازم اون تبدیل به گرین کارت نمیشه، میتونه سالهای سال یه نفر بمونه، هی تکرارش بکنه. مشکلی که این آقا داشتن با این بودش که میخواست با یک ارگانیزیشن دولتی چی بکنه و شغلی که بهش دادن دائمیه، شغل دائمی انجام نمیشه برای نفتا. درباره ریمووال، من فکر میکنم که
مسئله ریمووال خیلی جدی خواهد شد، برای اینکه این ادمنستریشن جدید میخواد جدا جلوی کسانی که غیرقانونی اینجا وایستن بگیره. هیچ موقع برای ریمووال تنها به دادگاه نمیرین، برای اینکه اونجا شما تنها به اولا جاج اولی که میره اونجا شما رو بهتون میگه بهتره که بری وکیل بگیری. اگر استطاعت مالی نداری که وکیل بگیری، وکیلای مجانی دولت میذاره که موقعی که میره اونجا شما با این سطح، با دانش حقوقی ایمیگریشن در این سطح و وکیل دولت در این سطح هستش. فیر نیستش که بیاد شما رو به جنگ اون بندازه، میگه نه ما وکیل مجانی بهتون میدیم، اگر بخواین یا برو خودت وکیل خودتو بگید، یا اگر نداری وکیل مجانی بهتون میدیم که بیا در مورد اخراجی شما صحبت کنه. من تلفن رو جواب میدم. بفهمید. الو. الو. سلام. بفهمید خانم. بفهمید. سوال دارم. یه سوالم اینه که داده من برای شوهرشون دادن. صداتون بریده بریده میشه خانم، بفهمید. ببخشید. خواهرزاده من برای شوهرش اقدام کرد جون پارسال، بعد تمام مدارک و این فرما و اینا همه چی اومد، بعد حدود 2 ماه پیش تمام مدارک ما کامل شد رفت MVC، ولی هیچ خبری هنوز نیومده برای مصاحبه. شما فکر میکنین دیره یا یعنی اینکه اشکال نداره؟ خواهرزاده شما سیتیزن یا گرین کارت داره؟ گرین کارت داره. خیلی خب، برای گرین کارت میدونین که اون F2B میشه. اگر برین تو ویزا بولتن نگاه کنین خط سوم، در حدود 1.5 سال طول میکشه تا ویزا براشون اویلیبل بشه. شما تقاضا کردین، فکر میکنم که USCIS اپرووش کرده، برای همین فرستاده به نشنال ویزا سنتر. هنوز یه عالمه کار دارین و از موقعی که تقاضا کردین شما حساب کن او در حدود 1.5 تا 2 سال طول میشه تا همسرشون بیان اینجا. بله، الان جون شده بود 1 سال، از جون تا الان 1.5 سال، یعنی فهم کنین همین موقع ها برای مصاحبه، چون همه چی کامله دیگه. برای نه مالی و همه چی هم دادیم. مالی چی دادی؟ برای تمام پرونده، یعنی کامل شده رفته MVC. نه به من بگو چی از نظر مالی چی پرداخت کردین تا الان موقع به MVC رفته؟ همون 300 خورده‌ای رو همه خوب. اینا رو دادیم. خب افته ویدیو ساپورت رو فرستادین؟ بله، اونم فرستادیم. DSTV60 رو فرستادیم؟ بله. خیلی خوب، پس من رو الان پرونده کامل اونجا اونو میفرستم به کنسولگری که تقاضا کردین و ایشون صبر میکنن تا موقعی که از کنسولگری بگن نوبتتون شده بلند شه. چقدر طول میشه؟ او 3-4 ماه دیگه. 3-4 ماه دیگه. اوکی؟ خیلی متشکرم. یه سال دیگه هم اگه وقتتون رو زیاد نمیگیرم. بفرمایید. من یکی از دوستام ایشون گرین کارت داشتن، بعد رفتن 1 سال ایران موندن، ولی خوشبختانه کریسمس 3 سال پیش بدون مسئله وارد شدن، از طریق ایالت دیگه اومدن. الان 3 ساله که دقیقا اینجا هستن، بعد 5 سال گرین کارتشون هم گذشته، یعنی الان 11-12 سال میشه که گرین کارت دارن. فکر می‌کنی همین 36 ماه بهشون تعلق میگیره یا اینکه بعد همون 4 سال منتظر بشن که برای سیتیزنشیپ اقدام کنن؟ 4 سال یک روز. 4 سال و 1 روز. اوکی، خیلی ممنون آقا. متشکرم آقای دکتر. خواهش می‌کنم. بفهمید. الو. بفهمید خانم. الو. سلام علیکم آقای دکتر. درود بر شما. الو. بفهمید. صدا منو می‌شنوین؟ بله بله می‌شنوم آقای دکتر. بله. از کجا زنگ میزنی؟ من از ایران زنگ میزنم. شبتون بخیر، بفرمایید. متشکرم. آقای دکتر، من برای بچه‌ها تقاضا دادم، نوبتشون شده، بعد اون پول $365 اینا رو هم دادیم. من یه سوالم اینه که از وقتی این پولا رو میدیم ولی فرما رو هنوز نفرستادیم، یعنی پست نکردیم، چقدر فرصت داریم از وقتی پولا رو میدیم فاصله بیفته تا زمانی که میخوایم مدارک رو بفرستیم؟ چون من به دلایلی میخوام طولش بدم، یعنی دیرتر برن. چقدر زمان میبره از وقتی پولا رو دادیم، پول فرما رو، فرما رو فرستادن ولی ما پر نکردیم که بفرستیم، چقدر زمان داریم از زمانی که پولو میدیم تا بخوایم مدارک رو بفرستیم؟ ببین، زمانش رو میتونی یه عالمه طولش بدین، ولی اگر از 1 سال بگذره براتون یه نامه میفرستن که شما در ظرف 1 سال گذشته پرونده رو تکمیل نکردین، آیا هنوز علاقه دارین که این پرونده تکمیل بشه یا نه؟ توجه میکنین؟ وقتی
بله بله، من از یعنی از بقیه $365 با اون $100 دادیم، وقت داریم که بفرستیم، یعنی زمان کمی نیست، میتونه تا یه حدود یه سال طولش بدیم. اگر تا یک سال جواب ندین براتون یه نامه میاد که شما یک سالی که با ما تماس نگرفتین، آیا هنوز علاقه دارین که این پرونده رو ما اکتیو نگه داریم یا نه. اگر هست به ما جواب بدین، جواب که میدین هنوز ما علاقه داریم، دو مرتبه میتونین رو یکم تکرارش ادامهش بدین. آقا دوست، بعد این سوال داشتم، این اگر کسی که میخواد ساپورت مالی رو پر کنه، اگر تازه استخدام شده باشه مثلا 2-3 ماه، اونم میتونه ساپورت کنه یا نه؟ ساپورت مالی مثلا تازه استخدام شده باشه، هنوز یک سال تکس رو نداده، دست اوکی میتونه W2H رو بفرسته. بله؟ میتونه چکای حقوقیش رو بفرسته. آها پس اشکال نداره تازه استخدام شده باشه. نه اگر که درآمدش کافی باشه، این جریان موقعی که فرم پر میکنن، ببخشید موقعی که فرم پر میکنن بله، میان چکای حقوقیشون رو میفرستن که ما توضیح میدن اونو. بله آقا تو من فرم دبلیو تو چی هست؟ این برای اینو میخواستم توضیح راجع به فرم دبلیو تو لطفا بدید. فرمی که معمولا کارفرماها به یه نفر میدن که اینا بیان باهاش تکسشون رو پر بکنن. الان شما میگی که این 3-4 ماه استخدام شده، من فکر کنم تا ماه ژانویه، تا آخر ژانویه براشون این فرم فرستاده میشه، همونو میتونن بفرستن. اگه نداشته باشن فرم W2 رو نمیشه؟ مجبور کارفرما بفرسته اینو. آها باید بدن تا اینا بتونن که به اجازه مدارک بفرستیم ما، برای اینکه موقعی که استخدامش کردن. آیا استخدام چجوریه؟ حقوق میگیره ماهی هر دو هفته یه مرتبه یا ماهی یا نه؟ آره حقوق میگیره، منتها مثلا یک سال مثلا تکس تکسایی که مثلا سالیانه اینا هنوز از اونا نداری، از اون فرمای تکس سالیانه. ولی شما گفتین 3-4 ماه استخدام شده. بله 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 3-4 ماه. بله خیلی خوب، کارفرماش در ماه ژانویه تا 30 ژانویه باید بله. که فرم برای ایشون بفرسته که این شو کارمند من بودن، اینقدر حقوق گرفتن، اینقدر من بازنشستگی کم کردم، اینقدر فایکا کم کردم، اینقدر اینو کم کردم. ایشون میاد اون فرم رو ور میداره، میده به خودش، میتونه این کار رو بکنه یا بده به حسابدار که براش تکس فرما رو پر بکنن. اون فرم W2 رو اگر که ضمیمه بکنه یا اینکه بعضی که تکسش رو پر کرد بعد از ماه ژانویه بفرسته، همون رو قبول میکنن به شرطی که درآمدش کافی باشه. بسیار عالی، خیلی ممنون آقا دوست. بعد از هر مسئله که پیش میاد، هر مکاتبه یا هر چیزی که بین با یو اس سی اس انجام میشه، حدود یک سال وقت داریم دیگه بعد از هر مکاتبه یا مثلا هر مسئله. نه نه نه، من اصلا این حرف رو نزدم. گفتم شما اگر که یه پرونده رو الان در ام وی سی، اینجوری که من گفتین در ام وی سی دارین، اگر شما این رو اقدام نکنین روش، بعد از یک سال براتون یه نامه می نویسن. بله. که آیا شما هنوز می خوانین پرونده فوروارد بره یا نه؟ بله. شما فورا می نویسین که بله، ما هنوز اینترست داریم و دو مرتبه پرونده رو احیاش می کنید. بسیار، یعنی از تاریخی که آقای دکتر مثلا این پول ما فرستادیم و برامون فورما رو فرستن که پر کنیم، تقریبا تو یک سال وقت داریم. دست با دست. بله بله، خیلی ممنونم آقا، خیلی لطف فرمودید، متشکرم. خواهش بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. قربون شما، بفرمایید. جناب دکتر، من دو تا سوال داشتم خدمتتون. اولا من برای بچه‌ام، خودم سیتیزنم، برای بچه‌ام توی ایران اقدام کردم و مدارکشون از امیگریشن اوکی شده، رفته توی ویزا سنتر تقریبا 2 سال پیش که دو تاشون مجردن، یکشون ازدواج کردن و بعد اونی که ازدواج کرده یه بچه به دنیا آورده که من تقریبا 11 ماه پیش که شناسنامش رو ترجمه کردم فرستادم به ام بی سی که زمینه پرونده پدر مادرش بشه. یه ام بی سی اولا هیچ جوابی برای من نیومد که آیا این وارد شده داخل این فایل مادرش یا نه، هیچ جوابی از سی ام بی سی برای من نیومده. این سوال اول من اگه بزرگ بکنم، بس من یه سوال ازت بکنم، آیا
کار خیلی قشنگی کردی، کار درستی انجام دادی. اینو از کجا یاد گرفتی شما؟ چه چی؟ این کارا رو بکنی از کجا یاد گرفتی؟ کار خوبی کردی، کار درست کردی. آره که این فرما رو چجوری پر کنی، چجوری فرستادی، بعدم بچه متولد شده شناسنامه‌شو ترجمه کنی. ببین کارهایی بودش که باید میکردی و کردی. بازم میگم خودتون روی خودتون یاد گرفتین؟ نه، یه آفیس من ایران که بودم کارایی با یه وکیل که مشاور اون وکیل بودم براشون کار میکردم. آه خیلی خوب. پس با قانون وارد بودم. اینجا هم به خاطر اینکه به مشکلی برنخوردم از طریق یه آفیس که فرم پر میکنه کمک گرفتم. خیلی خوب، تا حالا کار خوبی انجام دادین. اوکی بفرمین. حالا تمنم کنم، حالا نباید جوابی داله بر این که این مدره که شناسنامه بچه رفته توی ویزا سنتر و اضافه شده به پرونده مادرش. من اینامبر مادرش رو نوشتم که این به اصطلاح به چسبه به پرونده پدر مادرش. نباید انگیسی جوابی به من میداد داله بر این قضیه؟ باید میداد. اگر احیانا جواب ندن، من فکر میکنم به انگیسی شما یه ایمیلی بزنین، تمام اون اطلاعاتی که الان گفتین اونا رو میذارین و میگین که استاتس این پرونده چیه. اوکی ممنون. و سوال دوم اینه که بفرم کسی وقتی که سیتیزن باشه بخواد برای پدر، الان حامله 3-4 ماهشه ولی گرین کارت داره، در آینده داره سیتیزن میشه تا درباره کی صحبت میکنین الان؟ جونه؟ درباره کی الان صحبت می‌کنی؟ گفتین آب این خانومی که گفتین الان آبستن است و فلان اینا، کی ایشون که برای مادرش اقدام کنه که برای زایمانش وارد بشه توی امریکا، آیا از طریق یه دعوتنامه که بده خودش ساپورت مالیش باید چقدر باشه که ساپورت کنه؟ اینکه حقوقش مای $3,500 و تازه استخدام شده ولی سابقه کار داره اینجا کلا با حقوق کمتر. از کجا زنگ میزنی شما؟ من از اوکلاهاما. از اوکلاهاما. اینجوری که من فهمیدم یک خانمی هستش که میخواد، کیو برای کی پتیشن کرده؟ برای زایمانش مادرش بیاد اینجا. پدر مادر. برای مادرشون میخواد که بیاد اینجا، مادرشون در موقع زایمان ایشون اینجا باشن، یه همچی دیاره؟ بله، پدر و مادر. پدر و مادرشون. دعوتنامه، لغت دعوتنامه رو خانم من بارها و بارها گفتم، دعوتنامه معنی چیزی نداره اصلا. فقط یک موقعی بودش که از یک عده کسانی که می اومدن اینجا خرج بالا می آوردن برمیگشتن مملکت خودشون شکایت ها شد، بعد از اون مملکتی که این افراد می اومدن که ایران نبودش، یه مملکت دیگه بود، دیدن که هی مسافرها دارن میان اینجا، هی خرج بالا برمیگردن، برمیگردن مملکتشون، بچه‌شون اینجا متولد میکنن برمیگردن، خرج بیمارستان رو نمیدن، خرج یه چیز پاسپورت هم برای بچه‌شون میگیرن و میرن بیرون. دولت اومد بهشون گفتش که نه، شما از این تورایی که میان از این منبر باید هر کسی یک دونه افتوید ساپورت پر بکنه، یه نفری که در آمریکا هست یا گرین کارت داره یا سیتیزن آمریکا هست، که بگه که اگر احیانا اینا خرجی بالا آوردن ما این خرجش قبول میکنیم. این به غلط مصطلح شد به نام چی؟ دعوتنامه. دعوتنامه وجود نداره. یه نفری که میخواد بره ویزا بگیره، البته میگم اینقدر این لغت الان توی مردم ناراحتن کردن، من فکر کنم تو جیبتون بذارین یه دعوتنامه رو، حالا بعد توضیح میدم. اگر کنسول خواست بهش بدین، اگر کنسول نخواست نه صحبت نمی کنین. یک کسی که میخواد پدر مادر این خانم که الان در اوکلاهاما هستن و زایمان دارن، من فکر میکنم که بهترین کارشون اینه که از دکتر خانوادگیشون یک کاغذی بگیرن، استاتس این خانم بنویسن که این خانم مثلا 3-5 ماه دیگه مثلا وضع حملش هست و ممکنه نوزاد اولشون باشه یا دوم یا چی باشه، نوزاد اولشون هم هست، میخوان که اینجا باشن که هم از نظر روحی بهشون کمک بکنن و همینم که یک دختر خانومی که تازه اولین باره که داره بچه دار میشه، مادرش پدرش دلشون میخوان که پلوشون باشن کمکش بکنن.
فکر میکنم این رو به کنسول اگر ارائه بده و کنسولم بدونه که این پدر و مادر، اولا این دختر سیتیزن یا نه؟ نه الان در حال حاضر گرین کارت. خیلی خوب، گرین کارت داره. اگر کنسول بدونه که این پدر و مادر علایق مادی یا فامیلی در ایران دارن، بهشون ویزا میده. اگر بدونه که احیانا اینا میخوان بیان اینجا، به حس بکنه که اینا میخوان بیان اینجا پلو دخترشون بمونن، ویزا بهشون نمیده. ولی دعوتنامه زندگی کار دارن جناب دکتر. باریکالله. پس بنابراین علاقه اونم اینجا کارمندی و الان 3 سال کار میکنه، تکس میده، ولی حقوقش الان یه 4 ماهی بیشتر از شده. حالا من خواستم نم با همین ماهی 3000 تا 4000 تا میتونه سپورت مالی پدر مادرشو بکنه و اونام اونجا موقعیت مالیشون خونه زندگی و کار دارن. من فکر میکنم که اونجوری که باید توضیح ندادم. این افتوید ساپورت اصلا دعوتنامه نیست. افتوید ساپورت ساپورتش میخوام ببینم چقدر باشه کافیه ساپورت مالی. خیلی خوب، افتوید ساپورت شما اگر که بخواییم بدونید چقدر کافی هستش، بهشون بگین که برن توی فرمز های امیگریشن. بله. فرم I-864P پی یعنی پاور، یاد داشت کنم، ببخشید فرمودین I-864P کی؟ پی مثل پاورتی، پی مثل پال، 864P. بله. اون جدول رو واضح بکنه، بعدا نگاه کنه ببین این خانم خودش که مثلا اون کسی که میخواد این هفته ویز ساپورت پر بکنه، مثلا خودش یه نفر همسر داره، این میشه 2 نفر، بعدا 2 نفر هم میخواد ساپورت بکنه، اینه میشه 4 نفر. شما میری اون کالم اول خط اون جایی که نوشته 4 اونو میخونی، بعدا میری اونجا زیر اونجا که نوشته 125%، میبینی که حقوق باید چقدر باشه که برای 4 نفر ساپورت بکنه. فکر کنم در حدود 35,000 دلار باشه، ولی میخوام اینو دبل چک بکنه برای که الان یادم نیستش. اونجا نگاه کنه ببینه. ولی اگر میگه ما 3500 دلار حقوق میگیره، کاملا کافیه براش. اوکی، یک دنیا ممنونم از اخلاق خوبتون، از حوصله‌تون و تمام تایمی که برای من خواهیم. روز شما بخیر. روز شما بخیر. و سال نو هم جلو جلو بخیر. همینجور برای شما خانم. بفرمین. الو. سلام، عرض کردم. سلام، درود بر شما خانم. حال شما خوب هستین؟ مرسی خانم. وقتتون بخیر. قربون شما. من از ایران تماس میگیرم. جناب دکتر، می‌خواستم بپرسم که برای ویزا، برای گرین کارت، برای سرمایه گذاری اگر بخوایم اقدام کنیم، برای EB-5 این چه مقدار زمان طول میکشه و چطوری برنامه‌اش؟ برنامه EB-5 رو اگر میخوان انجام بدین، اولا یک کمی اطلاعات بهتون بدم. EB-5 در سال 1992 شروع شد با 1,000,000 دلار. بعدا اینو اومدن عوضش کردن، یه پایلوت پروگرام گذاشتن 500,000 دلار. بعدا سال گذشته شایع شد که میخوان این 500 تا رو به 800 تا برسونن یا به 1,200,000 تا برسوننش. بعدا گفتن که این کار رو امسال نمی کنیم. قرار بودش که تا ماه 9 دسامبر همون 500 تا نگرش دارن. بازم شایع شد که میخواد بره به 800 تا. باز 2 مرتبه اونو اکستندش کردن تا مارچ. میخوان که مثلا ادمنستریشن جدید بیاد، رئیس جمهور جدید بیاد، ببینن اونا چیکار میخوان بکنن. صحبتی بود که 800 تاش بکنن، ولی هنوز نشده. چجوری هستش؟ الان از خیلی جاهای دنیا تعداد زیادی برای این سرمایه گذاری اپلای میکنن. تعداد صف الان طولانیه. اگر شما فردا صبح، من در حدود 2 هفته یا 3 هفته پیش بود برای یه نفر، آره 4 دسامبر بود برای یه نفر تقاضا کردم، اگر که الان تقاضا بکنین در حدود 14.7 ماه طول میکشه تا پروندهتون رو نگاه بکنن، رسیدگی بکنن. این پرونده باید خیلی کامل باشه، درست باشه. پرونده‌ای که من فرستادم برای این کلاینت سابقم، باورتون بشه 13 پوند بودش،
مدارک ما باید بذاریم. من فکر میکنم که الان اگر تصمیم دارین پیش از ماه مارچ انجام بدین. چقدر طول میکشه تا بیاد به اپرووال برسه؟ در حال حاضر 14.7 ماه طول میکشه. بعد اپروف شد میره به چی؟ میره به نشنال ویزا سنتر. نشنال ویزا سنتر دیگه ما اون افته ویزا ساپورت رو نمیخوایم، 120 دلار رو میخوایم، 325 دلار رو میخوایم و فوراً اسکجول میشه، برای اینکه دیگه تو نوبت اونجا دیگه وای نمیشه، ویزا به اندازه کافی هستش. دیگه چی میخواستم؟ آن از نظر پولم انتقال پول خیلی ساده هستش. الان E2 و EB5 طبق اسکجول B که در سال 2012 فکر کنم در حدود اکتبر 2012 اسکجول B رو نوشتن، دیگه بعد از اون اوفک لایسنس شما لازم ندارین. من اینو متوجه نشدم، یعنی شما میفرمایید تا به ایمیگریشن برسه 15 ماه طول میکشه تا برسه به اون مرحله، تا به نشنال ویزا سنتر برسه توی USCIS 14 ماه طول میکشه پرونده رو رسیدگی بکنم. بهتون گفتم پرونده 13 پوند اون پرونده، تمام این چیزها رو باید قشنگ نگاه بکنن. درسته. بعد از اون، یعنی ببین وقتی که ما حالا کارمون درست بشه و اداره مهاجرت قبول کنه چقدر طول میکشه تا ما فامونو به آمریکا بذاریم حالا در صورت قبولی؟ به طور کلی شما از روزی که تقاضا میکنین شما یه حساب یه چیزی بین 18 ماه تا 20 ماه بکنین با این وضع شلوغی. برای این 14 ممیز 7 ماهش اونجاست، دو سه ماه دیگه هم کار میرسه تا به کنسولگری برسه. برای این 18 تا 20 ماه من فکر کنم که یک استیمیت درستیه، یعنی تقریبا نزدیک به 2 سال میشه که ما پامونو بذاریم آمریکا. در حال حاضر یس، ولی شکایت از دست این که چرا 14 ممیز 7 ماه طول میکشه زیاد شده و احتمال داره، من نمیدونم، احتمال داره که این 14 ممیز 7 ماه کمترش کنن، برای که قبلا مثلا 4-5 ماه این کار انجام میشد. الان از چین همینجوری سرمایه گذاری داره میاد اینجا، تقاضا میشه. بله. بعد برای کسی که وارد میشه از نظر کاری، از نظر اقامت اینا که مشکلی پیش نمیاد و مجوز کارو، یعنی من چیزایی که طبق بررسی هایی که تو سایت های مختلف انجام دادم اینو متوجه شدم که از نظر کار مجوز کار هست، مجوز اقامت هست. و چقدر طول میکشه تا این پول برگشت بخوره؟ یعنی بستگی داره خانم. اولا میگم بذار یکم بکاپ بکنم. اولا شما موقعی که وارد میشین با کاندیشنال پرمننت رزیدنسی میان، یعنی گرین کارت کاندیشنال دارین. کاندیشن به چی هستش؟ کاندیشن به اینه که شما پولی که تو اون ریژنال سنتر گذاشتین 10 تا کارمند استخدام کرده باشه. بله. سر 2 سال باید 2 مرتبه یک دونه اپلیکیشنی بفرستین که بگیم آقا اینجور 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 و در ضمن این 10 نفر اسمشون اینه، این سوشال سکیوریتی نامبرشونه، این تاریخ استخدام، 10 نفر ما استخدام کردیم. تازه اون وقت بعد شما کاندیشن ریموف میشه، گرین کارت دائم گرفتین. از روزی که وارد آمریکا میشین به عنوان یک کاندیشنال پرمننت رزیدنت همون حقی دارین که من دارم، منهای اینی که من پاسپورت آمریکایی میتونم بگیرم شما نمیتونین، من میتونم رأی بدم شما نمیتونین بدین، اونم باید صبر کنین تا سیتیزن بشین. کی سیتیزن میشین؟ بعد از 5 سال که گرین کارتتون رو گرفتین. بله. بعد برگشت پول چقدر وقت بعده و آیا به این پول سودی تعلق میگیره یا اینکه نه؟ سوالی که من میخواستم اتفاقا همین سوالی هم خوب کردید. بر طبق قانونی که نوشته شده اون شرکت ها حق ندارن به شما سود بدن. یعنی چی؟ ولی یه شرک کورپوریشنه، شما یه سهامدار هستین، اگر که در آخر سال این کورپوریشن سود برد میتونه سود سهام به شما بده ولی نزول به شما نمیده، بهره به شما نمیده. چقدر باید طول میکشه؟ بفرمین. بله. چقدر طول میکشه؟ بستگی داره به شرکت های مختلف، از 4 سال هست تا 6 سال. بعضی هم یه چیز دیگه، از این شرکت ها 120 خورده ای هستن، باید شما مواظب باشین، از وکیلتون بخواین
که بیاد تاریخچه فعالیت اون شرکت رو به شما بده نه. که در ظرف 15 سال گذشته چند تا پروژه انجام دادن، چند نفر قبولی داشتن، چند نفر پولشون برگشته شده. اینو میخوام کاملا بدونین. در ضمن من بیشتر رو پروژه کار میکنم، اینه که میخوام یه چیزی رو زمین باشه، فروشگاه باشه، ساختمون باشه، باد هوا نباشه. فرمایید. بعد حالا مثلا کار ما درست شد و ما به آمریکا اومدیم، میتونیم سریعا برگردیم؟ یعنی میتونیم برگردیم برای کارهای ادامه کارمون تو ایران، یعنی که باید آمریکا بمونیم؟ به شما من دو مرتبه تکرار میکنم، شما موقعی که وارد آمریکا شدیم با کاندیشنال پرمننت رزیدنسی، همون حقوقی رو که من دارم از شما دارین. آیا مسافرت میتونیم بکنیم؟ بله. آیا مسافرت در یک سال 8 مرتبه میخوایم بکنیم؟ بله. آیا اگر از یک سال بریم بیرون گرین کارتتون از بین میره؟ به شرط اینکه چیز نداشته باشین گرین کارتتون از بین میره. ولی اگر برین یک سال نیار به مملکت، ولی آیا میتونین اجازه بگیریم برای 2 سال 3 سال بریم بیرون بمونیم؟ بله. پس اینا میشه، چون ما یه مقدار برای اومدن از نظر مشکل مالی چیزی نیست، ولی اینکه حالا اونجا کاری برامون باشه و اونجا بتونیم کاری انجام بدیم، این یه مقدار برای ما ابهامه که اصلا نمیدونیم اونجا کار میتونیم پیدا کنیم، میتونیم موندگار بشیم، که حالا اون خرجی که باید یه زندگی به طور متوسط داشته باشه رو ببینیم میتونیم که اونجا درآمدی داشته باشیم، یا اینکه نه باید از ایران ما پول. خانم اگر علاقه داشته باشین که در این موضوع صحبت بیشتری بکنیم، برای که من سوالای بیشتری از شما میخوام بکنم، توضیحات بیشتری بهتون میدم. شما من در حدود 1 ساعت دیگه میرسم آفیس، برای اینکه بعد از ظهر باید کار دارم برم اونجا. میتونید 2 مرتبه به آفیس زنگ بزنید، من اطلاعات بیشتری از شما بگیرم در مورد تجربه شما، همسرتون، تعداد فرزندانتون، وضعیت مالیتون و بیشتر باهاتون صحبت بکنم. چشم، حتما این کار رو میکنم. خیلی متشکر از لطفی که کردین، وقتی که برای ما گذاشتین. خیلی ممنون میشم از برنامه خوبتون. من همیشه بیننده برنامه شما هستیم، یعنی نگاه میکنیم خانوادگی برنامه رو و خیلی استفاده میکنیم از برنامه تون. خیلی لطف کردین وقتی که دارین به ما. خواهش میکنم. من یه تلفن دیگه فکر کنم بتونم بگیرم. تموم شد. خیلی خوب، من همین یه دونه. بفرمایید. الو، الو، سلام عرض میکنم آقای دکتر. بفرمایید. جناب دکتر، من سوالی دارم از خدمتتون، و اون این هستش که کسی که گرین کارت داره و میخواد درخواست سیتیزنشیپ کنه، آیا در موقع بررسی پروندهش فقط 5 سال قبل رو بررسی میکنن؟ بله. میگیرن یا در سالهای قبل از؟ نه، 5 سال. درست. 5 سال از روزی که تقاضا کردین، 5 سال قبل. 5 سال و بعد طی این 5 سال اگر اینکه مدت اقامت در آمریکا مثلا 3 ماه باشه، میتونه کافی باشه یا نه؟ بستگی داره تعداد دفعاتی که رفتین، برای چی رفتین. این مشکلی که اکثر ایرانی‌ها دارن، برای اینکه گرین کارت رو میگیرن میرن ایران، میان اینجا 2 ماه 3 ماه میمونن برمیگردن میرن، اینو بهش میگن discontinuity of residency در آمریکا. شما موقعی که این به حساب continuity رو از بین میبرین، آفیسر ممکنه ردتون بکنه. اینو باید حتما با یه نفری که میدونه صحبت بکنین که بهتون اگه ادوایس بده که آیا این کار رو انجام بدین یا ندین، پولتون از بین میره یا نمیره. جواب تو، من سال 6-7 ماه بودم که آمریکا. خیلی خوب، اونو میگم با یه نفر. من چون برنامه الان تموم شده، خیلی معذرت نمیخوام کاتتون بکنم، ولی باید که این رو همه رو بنویسی. یه کار دیگه بکن، رفت و برگشتاتو بنویس، فکسش کن به آفیس، من براتون نگاه میکنم بدون اینکه هزینه‌تون بکنم، بهتون میگم صلاح ترس بکنی این کارو یا نه. خیلی ممنون از لطفتون، از بزرگواریتون، از برنامه‌های بسیار مفید. خواهش می‌کنم. خب میگم برنامه من تموم شده، از اون بالا دارن داد میزنن و روز و روزگار شما خوش. انشالله که ایام خیلی خوبی رو در هفته آینده برای کریسمس و برای سال نو داشته باشین. تا هفته دیگه، روز و روزگار شما خوش. دفتر حقوقی ایرج ناصریان،
با 15 سال سابقه موفقیت در تمامی پرونده‌های امور مهاجرتی در نهایت صداقت و درایت. متخصصین ما در تمامی موارد مهاجرتی دارای بالاترین کاربرد علمی و تجربی میباشند. ویزای مهاجرتی از طریق خانواده، سرمایه‌گذاری EB-5، سرمایه‌گذاری EB-2، حضور در دادگاه‌های مهاجرت و فدرال جهت جلوگیری از اخراج، پوشش فرزندان بالاتر از 21 سال، جلوگیری از اخراج افرادی که بیش از 10 سال غیر قانونی در آمریکا بودند. تلفن تماس و مشاوره آمریکا و کانادا 310-337-7900-877-331-4413. دفتر حقوقی ایرج ناصریان.